مرسی که دختر خودت و خادم خودت رو مست کردی و چیزایی که امروز میخوای با قلب ما صحبت کنی خداوند از اون وسیله که دختر توست که صحبت خواهی کرد مست تو بیاد خداوند همینطور هم که خودش موعظه میکنه خودش هم در همون لحظه هم خداوند تو رو یاد در کنه و همینطور هم تمام سلامتی تو تمام برکت و هر چیزایی که هست خداوند خودت مبارک بسازی. مرسی خداوند در نام تو عیسی مسیح با مسیح تو رو برکت میدیم. آمین و آمین. آمین و آمین. فرخنده ایام مبارک رستاخیز عیسی مسیح خداوند رو شادمانه با قلبی که پر از شادی و امیده به تک تک شما عزیزانم باورمندان به عیسی مسیح خداوند زنده بودن اون مرگ و قیام اونایی که باور دارن و همینطور عزیزان مهمانانی که اینجا هستن تبریک میگم. خدا رو شکر و سپاس میگم که هنوز در این روزهای مبارک قیام مسیح به سر میبریم. یک هفته پیش ما جشن رستاخیز عیسی مسیح رو با هم جشن گرفتیم، درسته؟ امروز هم در این ایام مبارک هستیم و چیزی که عزیزان امروز از اهمیت خاصی برخورداره مثل هفته پیش، مثل هر هفته که امروز خیلی بیشتر، که ما آگاهانه تمرکز و توجه خودمون رو به عیسی زنده بدیم. آمین. و توجه کنیم، تمرکز کنیم، فکر کنیم، باور کنیم که عیسی مسیح خداوند حقیقتاً از مردگان برخواسته. این خداوند امروز زنده است، زنده همیشه جاوید، امروز بین ماست و تا ابد خواهد بود. آمین. و خیلی عالی خواهد بود عزیزان که بدن مسیح عمدن باز هم دوباره آگاه باشه که ماهیت و هستی کلیسا، ماهیت و هستی خود مسیحیت مثل تنابی میمونه که به رستاخیز عیسی مسیح خداوند وصله. اگه این تناب خدایی نکرده در ذهنای ما، در ایمان ما سست بشه، در ایمان ما پاره بشه، به قول پولس رسول در اول قرنتیان باب 15 آیه 17 میگه اگر مسیح بر نخواسته باطل است وعظ ما، عزیزان باطل است ایمان ما. اگر مسیح بر نخواسته تک تک ما مثل شهود کذبه هستیم و از جمعی انسانهایی که بیرون هستن و مسیح رو ندارن ما بدبختریم. و همین الان که روی این صندلی‌ها نشستیم داریم در گناهان خودمون دست و پا میزنیم، باور میکنید؟ اما بالفعل مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده و کلامی که گفت به انجام رسید که مرگ در زفر بلعیده شد و امروز کلیسای زفرمند عیسی مسیح میتونه شادمانه بگه این مرگ نیش تو کجاست؟ و این قبر زفر تو کجا؟ آمین؟ از واقعی مهم و بنیادین رستاخیز عیسی مسیح میتونم بگم انقدر حقیقت نیرومند و پرسلابتیه که در طی سالیان سال، در طی اعصار میتونم بگم خیلی از افراد سعی کردن این واقعه رو اسطوره توجیه کنن. افرادی بودن که پر از عداوت و دشمنی بودن نسبت به این واقعه عظیم رستاخیز عیسی مسیح و سعی کردن اون رو دروغ، ساختگی و توهم فرض کنن، سعی کردن حقانیت این رخداد عالی جهان رو زیر سوال ببرن. ولی عزیزان، اما عزیزان، هرگز و هرگز نتونستن. تمام مخالفین به زانو در اومدن، به لرزه در اومدن، اما این واقعیت محکم و با صلابت سر جاش ایستاده، چون که عیسی مسیح خداوند حقیقتا برخواسته و تک تک باورمندان ثابت میکنن، با زندگیشون ثابت میکنن که عیسی مسیح خداوند برخواسته.
انسانی که می‌بینیم در گذشته در تاریکی بود، در گناه بود، در اسارت ترس و نفرت زندگی می‌کرد، چطور با تولد تازه، عزیزان خودتون تجربه کردین، چطور با تولد تازه وقتی وصل میشه به مرگ و قیام عیسی مسیح، انگار نسبت به اون حالت گذشته مرده و در حیاتی نو رستاخیز پیدا کرده. هرچند کماکان این تحول عالی درونی رو در موقع بازگشت خداوند ما عیسی مسیح به کمال تک تک ما تجربه خواهیم کرد. وقتی جهان رو میبینیم، جهان در حالی که بدون مسیح با هزاران جشنهای بهار در مردگی خودش به سر میبره، در زمستان خلقت کهنه خودش به سر میبره، اما عزیزان برای باورمندان، برای ایمانداران به مرگ و قیام عیسی مسیح بهار خلقت تازه، پادشاهی خدا آغاز شده در زندگی ما و داره به سوی کمال حرکت میکنه. باور میکنی؟ و میخوام به تو بگم با ایمانی که در قلبمه، چه آگاه باشی چه نباشی، دنیای ما دنیاییه که به وسیله رستاخیز عیسی مسیح، آفرینش جدید، بهار حقیقی در اون تزریق شده. جهان ما مثل یک رحمی میمونه که با آفرینش تازه بارور شده، چرا که مسیح برخواسته. اما خوشبختانه عزیزان، تو نمیتونی او رو در آغوش بگیری، نمیتونی در جایی محدودش کنی، نمیتونی با حواس پنجگانت او رو لمس کنی، تو نمیتونی از او یک قهرمان بسازی و تو شعای چند صد متری اورشلیم رو چراغانی کنی، زیارتگاه بسازی، محدودش کنی تو ساختمانها و عمارتهای باشکوه. تو نمیتونی خوشبختانه جلجتا رو مرکز زیارت بسازی و هر سال دور قبر او بچرخی و سینه بزنی و هی بگی آه چه قهرمانی بود این آقا عیسی، حیف که مرد. او زنده همیشه جاویده، او ساکت و آروم. عزیزان روز یک شنبه در حالی که دولت روم یه سنگ قبر خیلی بزرگی رو گذاشته بود و قبر او رو مهر و موم کرده بود، سربازهای قوی و سلاحهای جنگی سر در قبر او ایستاده بودن و مسیح با پارچه های کفن پیچ، عزیزان اون موقع با موادی این بدن مرده رو تطهیم میکردن که این پارچه ها مثل یک پیله پلاستیکی به بدن مرده میچسبید که بجز اینکه بریده بشه اصلا مرده خارج نمیشد. عیسی مسیح خداوند عزیزان با قوت روح خدا بدون اینکه حتی کفن بریده بشه از لباس مرگ بیرون اومد و بر مرگ و ظفر قیام یافت، بر مرگ و قبر ظفر یافت. عزیزان تازه عزیزان قسمت مهم و عالی و قابل توجه اینه که زنده نشد که فوری بره به آسمون صعود کنه بگه چوز، بلکه 40 روز عزیزان با شاگردان ملاقات داشت، ملاقات رو در رو، نه حضوری شبکگونه توهمگونه، ملاقات کرد با دلایل بسیار، ثابت کرد که او از مردگان برخواسته، با اونا ملاقات کرد، با اونا غذا خورد، هر کس رو بر حسب نیازش احتیاجش ملاقات کرد، تجربه عیسی قیام کرده. عزیزان فقط یه مکاشفه تاریخی نیست، فقط یه تعلیمات صرف نیست، فقط یک ایمان ساده و هپروتی نیست، یک اصل دفاعیاتی نیست و نبوده، تجربه عیسی قیام کرده یک تجربه کاملا روحانیه، یک تجربه وجودیه، یک تجربه شخصیه، انقدر واقعیه عزیزان که تمام شاگردان، شاگردان ترسو متواری از درون متحول شدن و نه فقط متحول شدن زندگی خداگونه کردن، بلکه به جز یوحنا همه به خاطر عیسی مسیح زنده در راه او شادمانه جان خودشونو فدا کردن. امروز هم خبر خوش ملاقات با عیسی قیام کرده عزیزان میتونه
ناامیدی های تو رو به امید مبدل کنه. باور میکنی؟ غم و اندوه تو رو به شادی مبدل کنه. همچون که مریم پریشون بود، مریم مجدلیه دنبال عیسی میگشت، پر از اندوه بود، عیسی قیام کرده این عشق او رو، این قلب جستجوگر او رو. خوش به حال کسی که امروز عاشقانه دنبال این و اون نیست، احتیاجات خودش، دنبال عیسی قیام کرده است. و صدای او رو قول به تو میدم خواهی شنید، او رو ملاقات خواهی کرد و متحول شده از اینجا بیرون خواهی رفت. چرا که در یوحنا باب 20 آیه 11 تا 16 این واقعه رو چقدر زیبا به ترسیم میکشه. و اما مریم بیرون نزدیک مقبره ایستاده بود و میگریست. او گریان خم شد تا به درون مقبره بنگرد. آنگاه دو فرشته را دید که جامه‌های سفید بر تن داشتند و آنجا که پیکر عیسی نهاده شده بود، یکی در جای سر و دیگری در جای پاهای او نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریانی؟ او پاسخ داد: سرورم را برده اند و نمی‌دانم کجا گذاشتند. چون این را گفت، برگشت و عیسی را آنجا ایستاده دید، اما نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریانی؟ کرا میجویی؟ مریم به گمان اینکه باغبان است گفت: سرورم، اگر تو او را برداشته ای به من بگو کجا گذاشته ای تا بروم و او را برگیرم. چرا گریه میکنی؟ چرا میجویی؟ عیسی امروز به تو میگه: ای مریم، چرا گریانی؟ ای زن، ای مردی که در دل خودت پر از غم و اندوهه، شاید در دل خودت گریه میکنی. مردای ایرانی گریه های بی صدا دارن و امروز عیسی به تو میگه: چرا گریانی؟ دنبال چه میگردی؟ کرا میطلبی؟ عزیزان، مریم انقدر غم و اندوه قلب او رو پر کرده بود، خدایی که بر مشقت و غم می نگره به سراغ اون اومده بود و میخواست اشکای غم او رو پاک کنه، ولی او به خاطر اینکه متمرکز غم و اندوش بود اول او رو نشناخت. امروز نظر عیسی قیام کرده که میخواد صداشو به گوشهای تو بشنوانه، غم و اندوه تو، تمرکز به مشکلاتت، نذاره که صدای عیسی رو بشنوی.
گوسفندان عیسی صدای آواز شبان جانشون رو میشناسن. عیسی به او گفت دنبال چه میگردی مریم؟ کرا میطلبی؟ دنبال یک مرده میگردی؟ دنبال یه مرده میگردی که او رو ببری دفن کنی و براش عزاداری کنی؟ و مریم صدای استادش رو شنید، صدای خداوندش رو شنید و جان او از غم و اندوه برگشت. چون عزیزان صدای خداوند ما صدای یه آوای تو خالی نیست، صدای او تاریکی رو از نور جدا میکنه، دروغ رو از حقیقت جدا میکنه، توهمات رو از راه و راستی و حیات جدا میکنه. جالبه که اول مریم صدای فرشته رو شنید ولی به او اهمیتی نداد، هیچ واکنشی نشون نداد، چون او به دنبال عیسی بود. کاشکی که امروز کسی انقدر زرنگ باشه که صدای خدا رو بشنوه، دنبال نشانه ها نباشه، دنبال معجزات نباشه، بلکه دنبال خود عیسی باشه، چون عیسی تمامی نیاز ماست. مریم آواز او رو شنید. امروز اگه دل شکسته ای، اگه گرانبار و خسته دلی، اگه زیر غم و اندوه خم شدی، بذار نور عیسی مسیح زنده از طریق صدای پرصلابتش وارد مشکلات و غم و اندوه تو بشه و این روحای که میخواد تو رو پایین بکشه متواری کنه و جان تو رو برافرازه مثل مریم. آمین. نه فقط به سوی مریم رفت که در غم و اندوه بود، بلکه به ملاقات شاگردانی میره که به سبب ترس یهود
در یک بالاخانه خودشونو پنهان کرده بودن، درها رو بسته بودن، پرده ها رو کشیده بودن و در ترس و لرز به سر می بردن. واقعی که در یوحنا باب 20 آیه 19 تا 32 خیلی زیبا بازگو می کنه. شامگاه همان روز که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: سلام بر شما. چون این را گفت، دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. عیسی باز به آنان گفت: سلام بر شما. همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. چون این را گفت، دمید و فرمود: روح القدس را بیابید. اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها بخشیده خواهد شد، و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند. امروز در چه ترسایی به سر میبرین عزیزان؟ ما انسان ها در هزار و یک ترس در زندگی های خودمون به سر میبریم. بدون عیسی مسیح، بدون باور و ایمان به اینکه عیسی مسیح زنده است، عزیزان ما خیلی ترسا رو دائما داریم تجربه میکنیم. ترس از خطر، عدم موفقیت، آینده، وضعیت اقامت، بیماری، مرگ، وضعیت خانوادگی نابسامان، بیماری بچه ها، چیزایی که اصلا ما نمیتونیم هیچ کنترلی بر اون نداریم. چون کنترل نداریم ترسای عدیده‌ای توی زندگی ما میاد. شاگردان هم در ترس و لرز به سر می بردن. اونها عزیزان تحت سلطه ترس بودن، تحت سلطه شرایط بودن، ترس از یهودیان متعصب. خداوند اونها زنده شده بود، تمامی قدرت در آسمان و زمین به او داده شده بود. او به مرگ که بزرگترین دشمن بشریت بود پیروز شده بود، غلبه یافته بود. بارها و بارها عیسی مسیح خداوند زنده بودن خودش، مرگ و رستاخیز خودش صحبت کرده بود، ولی شاگردان پشت درهای بسته خودشون رو پنهان کرده بودن. ما امروز با چه وضعیتی روبرو هستیم عزیزان؟ امروز چه شرایطی ما رو تحت سلطه خودش گرفته؟ پشت کدوم دیوارهای ترس، درهای ترس خودمونو پنهان کردیم؟ امروز تو باید تصمیم بگیری،
یا به شرایطت متمرکز باشی یا به عیسی زنده و قیام کرده. امروز کلیسا باید تصمیم بگیره یا تسلیم شرایط خودش باشه، اسیر محدودیت‌های خودساخته خودش باشه، گرفتار باورهای غلط، تصورات اشتباه خودش باشه که ما رو میتونه پشت درهای بسته قرار بده و اقتداری که عیسی مسیح خداوند بعد از مرگ و قیامش به کلیسا داد نادیده بگیره و در همون ورشکستگی و ترس زندگی کنه، یا به عیسی قیام کرده نگاه کنه و پشت دیوارها غلبه یافته و ظفرمندانه بیرون بیاد. عیسی درهای بسته عزیزان عبور کرد، در وسط قلب مشکلات این عزیزان قرار گرفت. عیسی مسیح در حاشیه قرار نگرفت، کلام خدا میگه وسط اونا قرار گرفت، که اشاره به اینه که در مرکز مشکلات ما میتونه قرار بگیره. عیسی مسیح فرشته ها رو نفرستاد، 124 پیغمبر رو نفرستاد جلو جلو، خودش جای امن آسمون هفتم بشینه، انسان بیچاره هی جلوش دولا و راست شه با نماز های چند رکعته. عیسی مسیح خداوند در دنیای یخزده بشر به قلب مشکلات ما اومد. امروز در چه مشکلی هستی؟ از چه ترسانی؟ از بی آبروییت؟ از دست دادن؟ از زنت؟ شوهرت؟ وابستگی هایی که اینه مار خزیده توی زندگی ما و چنبره زده و داره تاب و توان ما رو اما میگیره؟ از چه ترسانی؟ امروز بیا عیسی مسیح زنده رو در ایمان ملاقات کن تا قدرت و جلال او رو در عمیق‌ترین و تاریک‌ترین لحظات زندگی تجربه کنی. آمین. بعد عیسی مسیح خداوند نه فقط اونا را از ترساشون آزاد کرد، بلکه گفت سلام بر شما باد، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را خواهم فرستاد. این را گفت و دمید و گفت روح القدس را بیابید. ای بدن مبارک من، ای کلیسای آلفا اومگا، روح القدس را بیابید، چون که گناهان آنانی که بیامرزید آمرزیده خواهد شد، آنانی را که ببخشید بخشیده خواهند شد. عزیزان سلام عیسی مسیح یک سلام علیک عادتگونه نیست، که گاهی ما ممکنه دیدین با هم سلام، اصلا خالت چطور، عمت چطور، دختر چطور، اصلا نمیشناسیم.
میدونی عادته، انگار هیچ محبتی، هیچ سلامتی گاه هم پشتش نیست. ولی سلام این شاهزاده سلامتی عزیزان، به سلام این سرور سلامتی تمامی هستی واکنش نشون میده، به سلام این الماس بی قیمت، آنچه که در کل سیستم هستی طراحی شده، آنچه که در دنیای نادیدنی در حال تردده باید سرخم کنه، به سلام این پادشاه سرمدی عزیزان، تمام اون روحای مخالف که الان به ضد کلام خدا دارن قد علم میکنن، اون پرگویی های منفی و عادتگونه که در ذهن ها هست، هر آنچه که خیالات استدلال های بشری باید به زیر افکنده شه. آمین. بر آنها دمید، بر آنها دمید. عزیزان وقتی عیسی شخصی رو ملاقات میکنه، عیسی زنده، بر اونا دمید و گفت بریم به دنیا بگین شما وسیله‌ای هستین، سفیری هستین برای اینکه انسان رو با خدا آشتی بدین. عزیزان اگه شخصی عیسی زنده رو ملاقات کرده، دم هستی بخش او بر او دمیده، این شخص نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به مرگ هزاران نفری که داره از جلوش رد میشه، نمیتونه این خیالش باشه نسبت به گم شده ها بی تفاوت باشه، چون که بخشیده شدن اونا یا نبخشیدن اونا دست ماست. کلیدهای ملکوت خداوند به دست ما داده، به دست کلیسای ظفرمندش داده. امروز اگه کلیسای آلفا اومگا، اگه کلیسای محلی ما که از تک تک شماها تشکیل شده، عزیزان در وسط زندگی هامون، در وسط مشکلاتمون او رو ملاقات کنیم، سلام و سلامتی او رو دریافت کنیم، دم هستی بخش او بر ما بدمه، ما برای رساندن پیام انجیل انقدر بی تفاوت نیستیم، انقدر فقط دور خودمون و مشکلاتمون نمیچرخیم. عزیزان مردم در تاریکی و گناه و بدبختی، جهالت و فقر و فلاکت دارن دست و پا میزنن، دم هستی بخش خداوند و کلیسای ظفرمندش دمیده، دلیلش اینه که شما زنده این، اونایی که ایمان دارین. آمین. ولی گاهن اینو برای خودمون نگه داشتیم و کلیسا به این مأموریت بزرگ خداوند لبیک نمیگه. امروز دوباره عیسی مسیح زنده در بین ماست، میگه سلامتی بر شما باد، بر تک تک شما باد، شالوم بر شما باد. دل شما اینقدر هراسان و مضطرب نباشه. وقتی در زحمات هستین، در تجربه ها هستین، وقتی دارین به گمشده ها بشارت میدین، پاشنه پاشون رو بلند میکنن، من تا انقضای عالم با شما هستم، اینقدر هراسان نباشید. عزیزان سلامتی که عیسی مسیح میده از قوت قیامش برمیخیزه و این سلامتی در هیاهوهای خیابانها شما رو در بر میگیره، در نابسامانیهای زندگی، در پیچ و خمها، در تاریکیها، در بیمارستانها، در اداره پناهندگی، در چه کنم چه کنمها، در تهدیدها، در ترسهایی که هر روزه توی زندگی ما برای قوم محبوبش میاد، عیسی مسیح امر فرمود شالوم بر شما باد، چیزی که دنیا نمیتونه به شما بده، سلامتی بر شما باد.
اما عیسی زنده بعد از رستاخیز افراد زیادی رو با نیازهای متفاوت ملاقات کرد. واقعی دیگه ایه که از ملاقات با شکوه عیسی مسیح خداوند و شاگرداش سخن میگه. در لوقا باب 24 آیه 13 تا 17 شاگردانی رو داره به تصویر میکشه که با شانه های افتاده مشغول جر و بس و نارضایتی های درونی و غرغر و زقزق و شک و تردید بودن. در همان روز دو تن از آنان به دهکده ای میرفتند، اماوس نام، واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ایشان درباره همه بقایی که رخ داده بود با یکدیگر گفتگو میکردند. همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند، عیسی خود نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد. اما او را نشناختند، زیرا چشمان ایشان بسته شده بود. او به ایشان گفت: چه حرفا هست که با یکدیگر میزنید و راه را با کدورت میپیمایید؟ آنها با چهره‌های اندوهگین خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلوپاس نام داشت در پاسخ گفت: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بیخبری؟ پرسید: چه خبری؟ گفتند: آنچه بر عیسی ناصری گذشت. او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و نزد همه مردم کلام و اعمال پرقدرتی داشت. سران کاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. اما ما امید داشتیم او همان باشد که می بایست اسرائیل را رهایی بخشد. افزون بر این، به واقع اکنون 3 روز از این وقایع گذشته است. برخی از زنان نیز که در میان ما هستند ما را به حیرت افکندند. آنان امروز صبح زود به مقبره رفتند اما پیکر او را نیافتند. آنگاه آمده به ما گفتند: فرشتگانی را در رویا دیده اند که به ایشان گفتند او زنده است. برخی از دوستان ما به مقبره رفتند و اوضاع را همان گونه که زنان نقل کرده بودند یافتند، او را ندیدند. آنگاه به ایشان گفت: ای بی خردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید، آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود بر ایشان توضیح داد. پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سفره نشسته بود، نان را برگرفت و تشکر نموده پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند، اما در دم از نظرشان ناپدید گشت. آنها با یکدیگر گفتگو کردند که آیا دل در اندرون ما نمی سوخت وقتی که در راه با ما تکلم می نمود و کتب را به جهت ما تفسیر می کرد؟
ای کم ایمانان، ای بی خردان که دلی نافهم برای گفته های انبیا دارید. مگر نوشته نشده است که مسیح میباید این رنج ها را بکشد تا به جلال خود درآید؟ مگر نخونده اید در کتاب های موسی، اشعیا و داوود چه گفتند؟ مگر نگفتند، مگر نوشته نشده است که مسیح باید کوفته شود، مسیح باید زخمی شود، لعنت شود، بمیرد و دوباره برخیزد؟ چرا اینقدر کم ایمان؟ پدر جان، تو را شکر می کنم برای این که از زمینت به ما نان می دهی. بر آنها ظاهر شد و فرمود چه حرف ها است که با هم دیگر میزنید؟ چرا راه را با کدورت و دلخوری میگذرانید؟ از آن اونها انقدر توجهشون معطوف مشکلاتشون بود، انقدر غرق افکار بی ایمانی بودن تا دقایقی حتی عیسی کنار اونها راه میرفت با اونها حرف میزد، چون اونا در مسیر غلطی، در جهتی دور از جماعت، به خاطر اون فشارها، شک و تردیدها، اونا باید تو اورشلیم بودن، ولی داشتن برعکس افراد تو راه امواس حرکت میکردن و عیسی مسیح با اونا همگام شده بود، حرف میزد، ولی اونا نمیفهمیدن. اونا با پیشفرضهای خودشون روی مسیح حساب میکردن، به مسیح فکر میکردن که نظامی رو بیاره، سیاستی رو بیاره که قرار باشه که اونا رو از دولت روم، زیر سیطره روم نجات بده. اونا تشخیص نمیدادن که عیسی مسیح خداوند برای نجات روح انسانها اومده. اونا قبر خالی رو میدونستن، دیده بودن، ولی نفهمیده بودن که عیسی قیام کرده. برای همین عیسی با ناراحتی به اونا میگه ای بی فهمان، ای سوستلان از ایمان آوردن، ای سوستلان، ای انبیایی که این همه سالها پیشگویی کردن و شما کتب رو میدونستین ولی هنوز باور نمی کنین، این همه شواهد، این همه پیشگویی ها هنوز از ایمان آوردن امتناع می کنین. از هنوز هم علی رغم 2000 سال مدارک شواهد زنده برای عیسی قیام کرده، بسیاری از افراد از ایمان آوردن به عیسی خدا و امتناع میکنن، تاریکی و مرگ و ابدی رو، هلاکت رو ترجیح میدن. و عیسی شروع کرد کتب رو برای اونا تفسیر کردن
از کتاب‌های اشعیا، آموس، تجربه‌های داوود، دردهای داوود برای اونا صحبت کرد. از باز شدن دریای سوهر، ریزش دیوارهای اریها، از کتابی از اونا با اونا صحبت کرد که چه زیبا نقش عیسی مسیح رو به تصویر کشیده بودن. انگار داشت میگفت ای سوسلان، ای نادانان، آیا نباید منو در نوح میدیدین؟ که چطور بشر رو به نجات دعوت کرد؟ آیا نباید منو در اسحاق میدیدین که پدرش چطور او رو روی مذبح قربانگاه گذاشت؟ آیا منو نباید در یوسف میدیدین که چطور قومی رو از اسارت بردگی بیرون آورد؟ آیا در نهایت نباید منو در یوشع میدیدین که به وسیله همین کلام امروز میخواد شما رو وارد سرزمین کنعان و پیوند با عیسی مسیح بکنه؟ و شاگردان وقتی که صدای عیسی رو شنیدن، وقتی که شنیدن چطور عیسی ماهرانه داره کتب رو برای اونا تفسیر میکنه، وقتی کلام پاک عیسی رو شنیدن، وقتی نگاه پر از مهر و عشق او رو دیدن، وقتی حضور پر از طراوت او رو تجربه کردن، عزیزان وقتی حقیقت کلام او در قلب اونا نفوذ کرد، اونا از تپه های سنگلاخی سرد و زمستانی که به سمتش میرفتن برگشتن، دوباره برگشتن به طرف دره عطرآگین درختان زیتون و اورشلیم. اونها به خاطر کلام پرخاصیت عیسی مسیح، کلامی که هر نقطه و هر همزه اون عزیزان خاصیت الوهیت رو حمل میکنه و حیات و نور به انسانها میده، اونها برگشتن سر جایی که باید بودن. اونها از زمستان خون و اشک، از زمستان تردید و شک گذشتن، اونا پر از سرور و شادی شدن و ملتمسانه خداوند خواستن که باشه و با اونا غذا بخوره. وقتی که نان را شکست خداوند، دوباره اونا یک بار دیگه پر از هیجان و شگفتی شدن و با همدیگر گفتن آیا دل ما در اندرون ما نمی سوخت؟ چون خیلی عمیق‌تر چشما و دلشون باز شد، چون کلام پر از گل او رو شنیدن و گفتن آیا دل ما در اندرون ما نمی تپید، نمی سوخت وقتی که عیسی قیام کرده کتب رو برای ما تفسیر می کرد؟
خبر خوش برای تو اینه عزیزی که اینجا روی صندلی نشستی، در هر حالی که هستی امروز تو میتونی در ایمان عیسی زنده رو ملاقات کنی. باور میکنی؟ امروز تو حتی میتونی عیسی رو مثل توما ملاقات کنی، یعنی بدن مبارک او رو لمس کنی. توما پر از شک بود، پر از تردید بود، ما دیگه وقت نشد این تئاتر رو آماده کنیم. امروز تو حتی اگه پر از شک و تردیدی، با ایمان میتونی بدن مبارک عیسی مسیح رو لمس کنی. چطوری عزیزان؟ چطوری؟ کلیسای خداوند بدن روحانی مسیحه، درسته؟ عیسی مسیح از ما راهبی نساخت عزیزان که ما بریم به غاری پناه ببریم، انقدر تو غارمون بمونیم، گریه کنیم، پر از ترس باشیم، با ترسامون تو غارمون بمونیم، با گریه هامون انقدر بمونیم تا جونمون درآد، پر از شک و تردید بمونیم، پر از کدورت ها، جهل، نادانی، بریم یه جای قایم شیم. عیسی مسیح رستاخیز شده در جمع مؤمنین عزیزان، در دوستی، رفاقت و شراکت مؤمنینه. عیسی مسیح در عشای ربانیه، عیسی مسیح در شنیدن کلامه، در تمرکز به کلامه، عیسی مسیح در شهادتی که وقتی به هم میدیم. باور میکنی؟ عیسی مسیح در مراوده های دوستانه حاضره. عیسی مسیح حتی در تنش های ما، چون پر از تفاوتیم نیست؟ پر از مشکلاتیم، هیچ کدوم پرفکت نیستیم. اگه فکر میکنی دنبال کلیسای پرفکتی، هیچ وقت گیرت نمیاد، چون خودت پر از اشتباهی. عیسی مسیح در جمع مؤمنینه. عیسی در جمع شاگردان ظاهر شد و امروز هم در ایمان میتونه در جمع ما ظاهر شه. هر دفعه که تو بدن مسیح خداوند وصل میشی، در شراکت عشای ربانی، در شنیدن کلامی، در پرستش و تمجید او هستی، عیسی مسیح خداوند در بین ماست. باور میکنی؟ خودش گفته هر کدوم دو یا سه نفر در نام من اونجا جمع شن، من در بین اونها حاضر هستم. آیا ایمانداری اینجا هست که بگه آمین؟ آمین. هللویا. امروز عیسی اینجاست عزیزان، نه حالتی شبهگونه، در ایمان تو نیست. مگه نه چرا باید اسم ما رو ایمانداران بذارن؟ باید احساسداران بذارن، دیدار کنن، باید ببینه با چشممون. با ایمان تو میتونی عیسی رو که مشتاقه در این لحظه طبق نیازه، طبق انتظارت تو رو ملاقات کنه. من قول به تو میدم با چشمای ایمانت نگاه کنی، باور کنی. امروز خداوند جان تو رو بر میگردونه و تو رو به راه های عدالت، شادی، سلامتی انتقال میده. نه فقط تو رو ملاقات میکنه، بلکه بر تو میدمه با اون دم هستی بخشش تا صلح، سلامتی، آرامی رو بیابی، تا قوت و اقتدار بیابی برای مأموریت بزرگ او، تا دلت بسوزه برای جانهای گم شده. آیا حاضر هستی؟ عزیزان هر کسی که این کلام با قلبش حرف زده با ایمان قدم برداره بیا جلو. کسایی که اشکای بی صدا در قلبشون، عزیزان عیسی مسیح امروز میخواد اشکای تو رو به شادی مبدل کنه و از تو دعوت میکنه به جلو بیای. کسایی که ترسایی رو دارن، دلخوریایی دارن، شاید از خدا دلخوری، شاید از خودت دلخوری، نمیدونم در چه بحرانی به سر میبری، فقط عیسی اون قدم ایمان تو رو، نه دیدار، با ایمان جلو میای میبینه. اگه در شک و تردیدی نسبت به این حرفا، رستاخیز عیسی مسیح با باور نمی کنی، هنوز دنبال پیامبری، پیامبران اولوالعزم، و باور نمی کنی که عیسی مسیح خداونده، امروز خدای زنده بر طبق نیاز و اشتیاقت میخواد تو رو ملاقات کنه، از تو دعوت میکنم با قدم های ایمان جلو بیای. آمین. و همینطور که جلو اومدی چشمامون بسته باشه، میخوام دعا کنم برای این عزیزان، چون تو خدایی هستی که بر مشقت و غم مینگری. امروز بیا جلو، خ...
خداوند میگه دست تو بر امیران و حاکمان و شبانان بردار، امید تو از انسانها بردار. امروز دنبال عیسی قیام کرده باش، امروز حتی نخوا که فرشته ها رو ملاقات کنی، امروز تویی که در درد جسمی و روحی و روانی به سر میبری. خداوند میخواد به واسطه ایمان تو غم و اندوه تو رو به خنده های شادمانی که فیض اوس مبدل کنه. دعا میکنم ای خداوند، دعا میکنم اون مریم های عاشق، مریم های جستجوگر، مریم هایی که امروز جلو اومدن صدای تو رو بشنوند، صدای نافذ تو رو بشنوند. و دعا میکنم هر ناامیدی و غمی به شادی و امید و تسبیح و ستایش مبدل شه. امروز خداوند دعا میکنم برای کسایی که در ترس ها به سر میبرن، ترس های متفاوت خداوند، ترس نمیدونم پاشیده شدن خانواده، از پناهندگی، از بیماری های مختلف، از پیری، از آینده، از زبان آلمانی. خداوند تو اینجا زنده ای، زنده ای همیشه جاوید. خداوند اونا رو میبینی که خداوند پشت درهای بسته، پشت کارهای زیاد، پشت خنده هایی که شاید تصنعیه خودشونو پنهان کردن ولی دلشون پر از ترسه. دعا میکنم عیسای زنده در ایمانی که دارن خداوند دست سوراخ شده ای تو روی سر تک تک این باورمندان قرار بگیره. دعا میکنم سلامتی تو، شالوم تو همین الان روح و روان این عزیزان رو در بر بگیره. دعا میکنم هر کسی که اینجا جلو اومده خداوند فوق از فکر و تصور و دعا و ایمانش خداوند امروز تو رو شادمان کنی. دعا میکنم برای کسایی که پر از دلخوریان، آزردگیان، شک و تردیدن، ای عیسی مسیح دعا میکنم ایمانهای فلک، ایمانهای ضعیف، ایمانهای مرده رو ای خداوند تو شفا بدی. خداوند کم ایمانی ما رو امداد کن. امروز هر کسی که میخواد ایمانی وافر بیابه تا حیات وافر تو رو تجربه کنه، امروز دستای سوراخ شده ای تو روی سر این عزیزان قرار بگیره. خداوند همینطور دعا میکنم رستاخیز پیروزمند تو مخالفین تو رو، اونایی که پر از شک و تردیدن، مثل پولس به مدافعین سرسخت تو تبدیل کنه، مدافعینی که بلدن در هر شرایطی چطور برای گمشده ها، برای اهداف تو، برای نقشه های تو بیستن، چرا که تو از مردگان برخواستی و نوبر خوابیدگان شدی و امروز کلیسای تو میتونه ظفرمندانه بگه ای ترس قدرت تو کجاست، ای بیمانی قدرت تو کجاست، ای غم و اندوه قدرت تو کجاست، ای شک و تردید قدرت تو کجاست، چون مسیح برفعل از مردگان برخاست و امروز نوبر خوابیدگان شده و قوت این رستاخیز بر هر ضعفی، برای اونایی که جلو اومدن، اونایی که خجالت کشیدن جلو اومدن، اونایی که دارن میشنون رسانه ها، دعا میکنم خداوند که قوت قیام تو ظفر و پیروزی ببخشه، چون تو زنده ای و کلیسای تو باید پیروزمندانه فریاد ظفر و پیروزی سر بده. قیام مسیح خداوند، این رخداد عالی بر تک تک شما مبارک باد و شاد باش باد.